بسم الله الرحمن الرحیم. قانون فرهنگی 173 تقدیم می‌کند. محمد ابن عقیل مؤلف کتاب نصایح الکافیه میگه حساب ابن ثابت هند و شوهرش را نزد پیامبر حجو میکرد، داشت شعر میخون مسخره میکرد. پیامبر خیلی این چیزا حساس بود. فعل پیامبر برای ما میشه. همین چند وقت پیشم دیدید که رهبری گفتن که فرمودن یه سری حجویات میسرودن، شما چرا این آل سعود و این کارهایی که میکنن رو حجو نمیکنید؟ و آن حضرت و اصحابش به اشعار گوش میدادن. حسان این سخنان را خطاب به هند مادر معاویه میگفت و به اون نسبت زنا میداد و رسول اکرم هرگز او را منع نمیکرد، چون هیچ اتهامی در کار نبود. عبیدالله ابن موسی که شدیداً مورد وثوق و اعتماد احمد ابن حنبل بزرگ و امام یک چهارم در واقع اهل سنت حنبلی ها، اجازه نمیداد کسی که اسم معاویه داشته باشه تو جلسه درسش حاضر باشه. تا جلسه رو ترک نمیکرد درسش شروع نمیکرد. اینا اهل سنت هستند. سیر اعلام نبلا جلد 9 صفحه 550. شاید بدونی وقتی شجره طیبه رو میگی شجره ملعونه رو بشناسی. نسائی که از بزرگان اهل سنت دیگه به شدت نسبت به معاویه بغض داشت، هیچ فضیلتی هم برای او قائل نبود. تمام این روایت هم که ساختن اینا پول داد براش ساختن و میگه همه اینا جعلی. یک بار تو شام ازش گفتن، بهش گفتن بر از فضایل معاویه بگو، گفت لا اعرف له الا این جمله لا اشبع الله بطنه، خدا شکمشو سیر نکن. این نفرین پیامبر معروف بود بین اعراب در مورد معاویه پیامبر استفاده کرده بود. یعنی من جز این حدیث چیزی فضیلت بر اون نمیدونم که اونم خدا شکمشو سیر نکنه، پیامبر نفرینش میکرد. سنن نسائی جلد 1 صفحه 7. ابن حجر تو شرح حال اسحاق ابن محمد ابن موسی میگه که این شخص همان جاهل و نادانی است که احادیث جعلی و دروغی را در فضیلت معاویه آورده و عبیدالله از اون نقل میکرد و فرد متهم به دروغ و جعل و یکی از آن دو نفر است. حسن بصری که اینا که دارم میگم الزاما به اهل بیت هم خیلی نزدیک نبودن، مثلا حسن بصری امیرالمومنین در موردش نقدها جدی داره، میگه معاویه از همان زمان عمر خود را برای خلافت آماده کرده بود. تاریخ دمشق جلد 25 صفحه 24. شعیری میگه که در جلسه درس عبدالرزاق بودیم که سخن از معاویه بیامد. عبدالرزاق فورا موضع گرفته گفت مجلس ما را با یاد نام فرزندان ابو سفیان نجس و کثیف نکنید. دارم از اهل سنت میگم، حالا از شیعه چیزی نگفتم. علی ابن اقمر از زبان عبدالله ابن عمر نقل میکنه که پیامبر، خیلی جالب، پیامبر خدا از راهی پست بالا آمد و ابو سفیان را دید که سوار بر مرکب است و معاویه دهانکش است، دهن این مرکب را گرفته میکشید و برادرش احتمالا یزید ابن ابی سفیان، داداش معاویه اسمش یزید، اسم برادرش گذاشت رو پسرش. حالا بنده اعتقادی دارم که در این خانواده بر مبنای یک سری پیشگویی ها اینها از یک زمانی به بعد شروع کردن اسم یزید رو گذاشتن، چون یزید رو داشتن تو پیشگویی ها بود که قرار یک کار خاص انجام بده. حالا تا حالا کسی راجع به این بحث نکرده، بنده 4-5-6 سال پیش یه بحث باز که مونه شجره ملعونه، حالا به یه فکت های خیلی بیشتری هم رسیدم، یه بخشش هم میگم اینجا. میگه اون یکم هول میداد، سائق، الان عربا به راننده میگن سائق. میگه در این هنگام پیامبر اکرم اونها رو دید، فرمود لعن الله الراکب، لعنت خدا بر اون که سواره، والقائد اون که میکشه، و سائق اون که هول میده. جلو چش مردم. میگه از عبدالله ابن عمر پرسیدم تو خودت از پیامبر خدا شنید؟ گفت آری، اگر دروغ بگویم گوشهایم کر و چشمهایم کور شود. ابوالفدا از شافعی روایت کرده که در پنهان به ربی گفته و شهادت 4 نفر از صحابه پذیرفته نمیشود، معاویه، امرؤاس، مغیره، این آدم ها ببینید معلومه چی کارن دیگه، و زیاد. شاید همین سخنه در واقع شافعی هم باعث شده که وقتی از ابن معین درباره شافعی سوال شد او گفت ثقه نیست، یعنی سختش بود.